هنرمندان میکنم جدی بگیرن این مردم که مثل ما گرفتار بیمارستان و دوام دکتران نشن. انشالله رعایت بکنن توی این مراسم ها شرکت نکنن، مراسمات عمومی عزا شادی تا جایی که میتونن دست نگه دارن. واقعا ارزش نداره آدم بیاد گرفتار بیمارستان و دوام دکتر بشه. سلامت من دست خودمونه. در آخرم از کادر بیمارستان و کادر زحمتکش پرستارای محترم سفید پوش و واقعا دستشون درد نکنه، زحمت میکشن برامون، خدا اجرشون بده انشاءالله. متاسفانه با این روزی که بیمارستان ها پیدا کردن، با این شرایطی که پیش اومده و متاسفانه سهلنگاری که مردم دارن جوری پیش گرفتن، شرایط خیلی برای ما سخت‌تر شده. ما هم رسماً وارد پیک چهارم شدیم به شدت خیلی بیشتری و واقعاً معلوم نیست آینده چه خواهد شد. یک خواهشی که از مردم داریم این هستش که خواهشاً مردم رعایت بکنن، اصلاً به این رنگ بندی هایی که در آنها میشه توجه نکنن. هر چی باشه با هر رنگی باشه این خطر وجود داره. متاسفانه چه قرمز چه زرد چه نارنجی، اینا شرایط رو هیچ تغییر نمیده. ما زمانی که یک مقدار حالا گفتن نارنجی شده، زرد شده، آبی شده، دوباره مردم شروع کردن به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، به شرکت توی مراسمات، به چه میدونم حالا دید و بازدید و عید که دیگه گذشت و ما الان داریم در واقع نتایج اون رو میبینیم. یه تو در واقع خواهشی دیگه هم که داریم از مسئولین هستش، مسئولین لطف بکنن یک محدودیت های رو اعمال بکنن، قرنطینه یا حالا هر چی که هست، چون تجربه داریم ما 2 هفته قرنطینه که اعلام شد از طرف دولت، محدودیت های خیلی شدیدی که اعمال شد به شدت آمار اومد پایین و این نشون میده که تأثیر بسیار زیادی داره، هم ایجاد محدودیت ها که اعمال در واقع اعلام میشه از طرف دولت، هم قرنطینه هایی که در واقع بل اجبار به مردم با توجه به شرایط برای خودشون دارن در واقع قرنطینه و این سختگیری های اعمال میشه. دیگه بیشتر از این واقعا دیگه کادر درمان خستن و خودمون که الان داریم باهاتون حرف میزنیم واقعا دیگه ما تمام تعطیلات نوروز رو ما سر کار بودیم، دریغ از یک روز آف بودن و این واقعا توی توان جسمی ما هم خیلی در واقع داره تاثیر منفی میذاره که اگه ما خودمون انرژی نداشته باشیم قطعا نمیتونیم اون طوری که باید به مردم خدمت رسانی بکنیم. جنازه سخنی بردنش رفتن، 2 تا دیگه دارن میارن از شهرستان. صلوات الله عليهم و امير المؤمنين علي ابن ابي طالب امام السلام. فين مزنا؟ خوه. خوه.